خب سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان من قبل از اینکه بحث خودم بگم دو تا در واقع نکته رو در مورد بحث قبلی عرض کنم ما در واقع در بحث بیماری های غیر یا در واقع حالا بگیم گزار اپیدمیولوژیک میگیم که وضع بیماری های غیرواگی داره بدتر میشه و یواش یواش بشر غالب میشه به بیماری های واگیر ولی همچنان مشکل بیماری های غیر پابرجاست این کانسپت رو در واقع به طور جنرال پذیرفتیم داره تو دنیا اتفاق میفته. یه اتفاق دیگه ای که افتاده این است که خیلی از کشورها هنوز بیماریهای غیروا... بیماری غیر رو کنار نزدن و بیماریهای غیر هم درشون اضافه شده. ما به این ترمینولوژی داریم به نام دابل بردن. در واقع بار دوگانه که اضافه می شود. وجود آیتم های مثل کرونا و در واقع سارس، مرس اینا همه در واقع امرژینگ دیزیز هایی هستن که ترمینولوژی جدیدی رو ایجاد کرده به نام تریپل بردن در واقع ما در این نوع بیماری های نیو امرژینگ رو به عنوان بیماری های, غیر بیماری های واگیر حساب نمی کنیم بلکه به عنوان یک گروه جدیدی از بیماری ها داریم استفاده این نکته اول نکته دوم هم در مورد بحث هایی که در مورد فکت فولنس انجام شد من میخوام اینو برس کنم که یه آقایی هست به نام دیوید کاتلر که قبلا رئیس NIH بوده از اساتی دانشگاه هاروارد یه پیپر داره به نام Determinants of Mortality حتما حتما برید این پیپر رو بخونید به نظر من ریفرنس هر کسی است که میخواد در بخش سلامت کار بکنه تو این پیپر خیلی مشخص ایشون میگه که من زندگی در ده هزار سال پیش رو تو سه کلمه براتون خلاصه میکنم Short, Painful and Brutal شورت برای اینکه لایف اکسپیتنسی تو 10000 سال پیش و 25 سال بود پینفول به خاطر اینکه مرتبا به علت سوانه و حوادثی که برای بشر 10000 سال پیش اتفاق می افتاد آسیب های جدی فیزیکال میدید و بروتال برای اینکه یک پدر به خاطر یه بعد قضا میکن داشت پسرش رو تیک پاره کنه و حالا اگر میخوایم قضاوت کنیم و از اون بهتر شده یا نه کافیست با همین کلامی کلمه آقای دیوید کالتر مقایسه کنیم اتفاقی که افتاده این است که در بحث فکت فولنس و صحبتهایی که خانم مهندس در واقع اشاره کردن باید جایگاه خودمون رو توی سیستم نگاه کنیم ما از کدوم محور داریم نگاه میکنیم به عنوان کسی که میخواهد به مردم اطمینان ببخشد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد قطعا ما وضعیت در واقع بهتری رو داریم به عنوان یک ساینتیس همیشه باید روی نقاط منفی تمرکز کرد برای اینکه سیاست خیلی آماده ای اگنور کردن مسائل هستن و کسانی که در واقع در بخش ساینس دارن کار میکنن موظفن که بر در واقع تاریک ترین جنبه های شرایط اجتماعی و سلامت مردم نور بندازن و اونا رو روشن کنن و به همه بگن که وضعیت وضعیت مناسبی نسبت به ایدئال ها نیست مهم این است که شما در کجای داستان قرار گرفتید حالا یه بحث طولانی داره این موقع شد من واردون بحث میشم الان با اجازهتون میخوایم بحث خودمون رو بگیم برای اینکه بتونیم فکت ها رو در واقع درست ببینیم و اون جاجمنت رو که خانم مهندس داشت صحبت داشت میگفت درست انجام بدیم لازم است که ما در واقع اینترپریتیشن درستی از داده ها داشته باشیم خیلی رایجه که وقتی ما یه داده رو میبینیم یا یه کاری رو میخوایم انجام بدیم در زمینه بررسی تفکر نقادانه یا هر اپروچ دیگه ای که میخوایم انجام بدیم دچار خطا و اشکال بشیم یکی از اونها تفاوت بین سرچ و ریسرچ هست مثلا فرض کنید که خیلی اوقات اگر شما حالا داستان منم روی بحث سلامتی که از دوستان کلینیشنم بود که متخصص اونکولوژیست و در واقع بحثش از اینجا پیش اومد که توضیح میداد میخواست در واقع ببینه که این بحث سرطان توی کلینیکش میدید مرتبا داره افزایش پیدا میکنه و سوالش این بود که چه اتفاقی داره توی جامعه میفته اما وقتی که شما در واقع سرچ میخوای بکنی که ایشون شروع کرد به سرچ کردن با یک پدیده های عجیب غریبی آشنا میشه که حالا من خیلی سریع بگم شما میتونید مرتبا تو اخبار اگر ببینید آیتم های متعددی در مورد اینکه سرطان چقدر داره میره جلو و نهایتا سونامی سرطان داره اتفاق میفته توی کشور آشنا میشید این چیزی است که در سرچ های معمول در واقع امروز کشور اگر برید سرچ کنید به زبان فارسی میتونید ببینید واقعیت هم این است که ما متوجه میشیم که خیلی اوقات اون که ما بهش میگیم در واقع سرچ با اون که بهش میگیم ریسرچ علمان متفاوتی است و طبیعتا مهمترین تفاوت بین سرچ و ریسرچ ریپلیکبل بودن کاری است که داریم انجام میدیم و کامپرنسیونس دیتا هایی که داریم جمع آوری می کنیم بنابراین خیلی مهم است که ما اپروچ کامپرنسیو داشته باشیم و بتونیم در واقع کار رو ریپلیکیبل بکنیم بتونن دوباره افراد دیگه اون کار رو انجام بدن در اون صورت ما در واقع از فضای سرچ به فضای ریسرچ میریم که کاری است مثل مثلا کارهایی که توی شما توی سیستماتیک ریویو دارید انجام میدید بحث دیگه بحث در واقع ریگرس ابزرویشن هست در مقابل یا اینترونشن در مقابل ریسرچ خیلی اوقات پزشکانی داریم که خیلی آدمای دقیقی هستن ابزرویشن های خیلی دقیق توی تو کلینیکشون رو انجام میدن اما اون رو نباید به عنوان ریسرچ تلقی بکنیم اون اتفاقی که در واقع توی کلینیک میفته هر چقدر دقیق باشد می از درجاتی از بایاس یا ارور برخوردار باشه ماهیت امدهی یا تفاوت عمده که ما توی بحث ریگوس ابزرویشن در مقابل ریسرچ داریم بحث ریپلیکبل بودنه یعنی قابل تکرار بودن است اگر پدیده رو ما مشاهده کردیم اون رو ثبت کردیم و تونستیم دوباره تکرارش بکنیم ما داریم در واقع ریسرچ انجام میدیم اگر پدیده ای است که یک بار انجام شد و کسان دیگه‌ای خواستن اون رو انجام بدن و نتونستن این در واقع ریسرچ نیست یک مشاهده دقیق یا یک مشاهده است حالا اگر دقیقم نباشه بنابراین خیلی مهمه که در ما این نکته رو مورد توجه قرار بدیم به خاطر همین وقتی دوست من به من مراجعه کرد و گفت که خب حالا من میخوام ببینم که این سونامی وجود دارد یا ندارد من در کلینیکم نشستم نگاه کردم دیدم بیماران مبتلا به سرطان تیه ده سال گذشته که من دارم تو کلینیک کار میکنم مرتبا داره افزایش پیدا میکنه از من خواست که در واقع بریم به سمت این که عدد دقیق کنسر رو در بیاریم با اجازه های دوتا قنبریم مطلق ما پا تو کفشیشون کردیم رو بحث کنسر دارم صحبت میکنم خب ما رفتیم سراغ نظام ثبت مرگ نظام ثبت مرگ کشور به ما نشون میداد که مثلا فرض کنید توی در واقع بخش های مختلف ما چه وضعیتی از نظر مثلا میسینگ ایج و سکس وجود داره و همونجور که میبینیم مثلا تو سالهای اولیه ما تعداد میسینگ های ایج و سکس ما خیلی بالا بود و این یه گرفتاری جدی ایجاد میکرد غیر از میسینگ سکس و ایج میسینگ کلاس هم وجود داشت ما به اینا میگیم که میس کلاسیفیکیشن شما اگر نگاه کنید قسمت رنگ میسینگ روی نوع بیماری است یعنی در واقع شما در سالهای اولیه سال 1995 که اولین نظام ثبت مرگ هست یک چیزی در حدود 60 درصد 55 درصد دیتا های ما در واقع توی کازش میسینگ داشته و به صورت ایست قلبی تنفسی یا چیزایی که ما بهش میگیم گاربیج کد مستند بوده بنابراین نظام ثبت مرگ ما از دو تا پدیده رنج میبرد یکی پزیده میس کلاسیفیکیشن که در واقع علت رو مشخص یکی هم که از هر صد نفر هر صد نفر رو شما نمیشمرد پس ما این لازمه که وقتی ما بحث نظام ثبت مرگ میکنیم بریم سراغ این که در واقع این دوتا رو ادرس کنیم خب این هم وضعیت اوسانی ما بود برای میجر کاز ها که میبینید که باز اون قسمت زرد رنگ ما که در واقع گاربیج کد هست خیلی زیاد بوده تو اون سالها به خاطر همین ما رفتیم سراغ اینکه بریم لول و ترند مرگ و در واقع هاش رو در بیاریم مطالعه شد به نام مطالعه نسبات نشان از نشان بردن آف دیزیز با برای در واقع 165 علت مرگ برای دوتا جنس برای استان ها 31 استان و سطح ملی از سال 1990 تا سال 2015 استیمیشن ها رو به دست آوردیم من یه نمونه از چیزی رو که شاید جذاب باشه برای شما میخوام اینجا به شما نشون بدم این چال مورتالتی کشور هست از سال 1962 تا سال در واقع 2015 و اون چیزی که اینجا هست پوینتر بسیار خیلی این خط مشکی که میبینید استیمیشن ماست و این نقاط نقاطی است که دیتاهای واقعی ما به دست آوردیم و این خط خاکستری که اینجا می‌بینید میزان آنسرتنتی که من برمیگردم بهش اینجا یه جاهای جامپ می‌بینید، اینا در واقع جامپ‌ها مربوط به شاک های یا وقایعی هست که قبلا مثلا این زلزله بمه این جنگ ایران و عراق این در واقع زلزله تبس این زلزله با این زهراس و هر بار که هر اتفاق خیلی مسیبی افتاد و چالد مورتالتی افزایش پیدا کرده ما اینا استیمیت کردیم خبر خوب این است که داره با شدت کاهش پیدا میکنه و اون خوبه یه خبر خوب دیگه هم داریم اگر استان رو بذاریم کنار هم میبینید که این دایورجنسی که در سال 1962 میبینید بین تو در واقع استان مختلف تبدیل به یک کانورجنس جدید توی در واقع سال‌های های انتهایی شده خب این خبر خوبه خبر بعدش چیه خبر بعدش این خطی که اینجا میبینید خراسان جنوبیه و اون خط پایینی تهرانه و اختلاف بین تهران و خراسان جروی چهار برابر توی چارل مرتالیتی یک در واقع خبر بده به عنوان یک کسی که میخواد به مردم خبر خوب بده بهشون میگیم که آقا وضعیت رو به بهبود است در واقع چهره خوب داستان این است که ما وضعیتمون خوبه داره چال مرتالیتی کم میشه اما چهره زشت داستان این است که ما هنوز اختلاف چهار برابری تو چال مرتالیتی توی کشور داریم لایف اکسپکتنسی مون داره افزایش پیدا میکنه اینا دیتا هاییست که دروردیم و پردیک کردیم که در سالهای در واقع جلوتر تا سال 2030 ما لایف اکسپکتنسی زنان در واقع به حدود 90 سال میرسه همونجا که دیدید عددی هم که آقای دوتا تکیان نشون داد در واقع هر, هر سال چهار ما لایف اکسپکتنسی جهان افزایش پیدا کرده این خبر بسیار خوبی داره میره جلو ولی خب جنبه های منفی داره جنبه منفیش چیه این است که مثلا اگر این این فضا رو ببینه که نان کامیکیبل دیزیز ها اینجا هستن کامیکیبل دیزیز ها اینجا هستن و اینجوری ها اینجا هستن ما یه چیزی دیگه در واقع نقطه اصلی و اندازه دایره ها داره لایف اکسپکتنسی رو نشون میده بزرگترین لایف اکسپکتنسی این نقطه است و این داره به ما میگه که بیش از 80 درصد از مورتالتی هایی که داره اتفاق میفته مربوط به بیماری های غیر واگیر هست و حدود 10 درصد تقریبا یا 12 13 درصد مربوط به کانون کبر و یه چیزی بوده همین 10 درصد 7 8 درصد هم مربوط به اینجوری هاست در دوتا تا جنس هم تقریبا شبیه هم هستن و این تفاوتات رو نشون میده دایورسیتی داخل کشور هم ملاحظه می‌فرمایید که در واقع مثلا اینجا ایج استاندارد از مورتالتی برای تمام تایپ های کانسر برای میل و فیمیل و شما می‌بینید که چقدر ها چقدر متفاوت هستند و بین دوتا تا جنس هم چقدر تفاوت‌های جدی وجود داره خب ما خوشحال شدیم به در واقع این دوستمون که ای کلینیشن بود اونکولوژیست بود گفتیم که ما برای شما اندازهای مرگ کنسر رو در آوردیم این ور داستان شما ریت میبینید ایج استانداردایز Mortality Rate. این ور داستان تعداد میبینید و خط آبی رنگ داره تعداد رو به ما نشون میده و خط قرمز رنگ داره ریت رو نشون میده بنابراین علا رقم این که تعداد تقریباً ثابته تعداد تو این سالها تعداد کسانی که به علت کنسر مردن ولی ریت مورتالیتی کنسر در حال کاهشه خب این دوست ما گفت که خب این به من نمیتونه کمک بکنه اگر میخواید در واقع به من کمک بکنی باید اینسیدنس هم به من بگی که من بتونم در واقع اطلاعات درست داشته با خاطر همین ما رفتیم سراغ این که دیدازام ثبت کنسر رو به دست تا آقای دوتا قنبری متقصال 92 زحمت کشتن و مسئولیت نظام سطح رو گرفتن هم. به خاطر همین ما سعی کردیم زمانی باشه که قبل از ایشون بوده بتونیم یه توضیحاتی بدیم این نظام ثبت سرطان, سرطان کشور هست موقعی که در واقع از موقعی که شروع شده تا سال 88 این عددی ما اضافه نکردیم از جایی هم نیودیم اون دیتا رو مپ کردیم ملازم می‌فرمایید سال 79 بالا بوده سال 80 اومده پایین این اینسیدنس کنسر را در مورد سرما صحبت نمی کنیم. اینسیدنس کنسره. 80 اومده پایین, 81, 82, 83, 84 اومده پایین. 85, 85 86, 87, 88 اومده پایین. سر هر انتخابات ریاست جمهوری میاد چرا؟ چون نظام ادمنیستریتی کشور کشورت دوچار آسیب میشه. وقتی که ببینید رئیس جمهور، همون رئیس جمهور قبلی یکم اومده پایین اینجا رئیس جمهور عوض میشه کلا کل نظام دانشگاهی شما عوض میشه کل وزارت خونه شما عوض میشه کل نظام سبتتون تحت تاثیر قرار میگیره این وضعیت کشور است در نظام خب این پترنا الحمدلله به زحمت آقای دکتر قنبری مدل و دوستان ایشون قبل از اینکه ایشون بیان توی وزارت خونه اصلاحات جدی ایجاد شده الان فکر می‌کنم یه نظام رفته تمیز قابل دفاع تری وجود داره اما من میخواستم بگم وقتی ما دیتا رو داشتیم آنالیز میکردیم با چه وجوبه هایی در واقع روبرو بودیم به خاطر همین باز توی نظام ثبت سرطان ما دوتا پرابلم داشتیم میس کلاسیفیکیشن و در واقع آندر ریپورتینگ یا در واقع اینکامپلیتنس باز هم برای سرطان باید اون دوتا رو ادرس میکنم چون بحث تکنیکالش ریس اینجا نمیگم چه کار کردیم کار پیچیده بود ولی هفتاد علت سرطان رو برای 19 گروه سنی برای دو جنس در سطح ملی و 31 استان از سال 1990 تا 2016 استیمیت کردیم. من فکر کنم یک کمی و به من وقت بدید اگر اجازه بدید. خب بعد قدم بعدی این بود که این عددا رو برای دوستمون آوردیم گذاشتیم که نادستم. گفتیم خب این چیزی که اینجا میبینید اینسیدنسه. این چیزی که اینجا میبینید مورتالیتیست. به دوستم گفتم که ما خبر خوبمون این است که شما مورتالیتی رو کاهش دادید و کانورجنس ایجاد کردید این خبر خوبه اما هیچ کاری برای اینسیدنس نکرد در واقع نظام درمانی ما بهتر از نظام بهداشتی ما عمل کرد تونست جلوی مورتالیتی رو بگیره اما نتونستن جلوی در واقع اینسیدنس سرطان رو بگیرن بنابراین اون چیزی که میبینیم این است که پترن سرطان همچنان وجود داره خب حالا باز دوست ما خیلی علاقه داشت که یک کمی دقیق تر بهش بگیم که وضعیت چطوری است حتی بخش درمان ما یه ترند چیزی در واقع شاخصی رو استفاده کردیم به نام مورتالتی اینسیدنس ریشیو یعنی اگر مرگ رو تقسیم بر اینسیدنس بکنید تو هر سرطانی به شما نشون میده quality of care و early detection چطوری است ما اینا رو میبینید که وضعیت ما تو کشور وضعیت بهتری است خب حالا سوال اصلی این بود که من به عدد نگاه بکنم یا به ریت وقتی به عدد نگاه میکنی شما این قسمت در واقع آبی رنگ عدده حالا شما میفهمید چرا به شما میگن سونامی سرطان چون دارن به اعداد نگاه میکنن داره مذهبش رو نگاه میکنه مریض قبلا 10 تا سرطان پستان هر روز میومد پیشش الان شده 20 تا الان شده 30 تا و این در واقع اکسپوننشیالی داره افزایش بده اما ریت چه وضعیتی داره ثابت ریت داره میگه تو وضعیت جمعیت چه اتفاق داره میفته ریگال اسم اینکه که جمعیت داره بزرگ میشه خب بس ما بنابراین باید حواسمون به باشه یادمون نره یه سوال دیگه این بود که خب حالا من این عددی رو که ریتی رو که میخوام با آقای دکتر بدم آل ایج بدم یا ایج استانداردایز بدم سوال این است حالا چه فرقی این دو تا با هم دارن آل ایج یعنی اون عدد واقعی که تو جامعه هست ولی قابل مقایسه نیست با جامعه دیگر یعنی من اگه استان خراسان رضوی رو با استان مثلا فرسکو کردستان میخوام مقایسه بکنم نمیتونم مقایسه کنم آل ایج وقتی میخوام یالاتو متحده رو با ایران انجام بده مقایسه کنم نمیتونم مقایسه کنم مالیک چرا نمیتونم چون میبینید ایران جمعیت جوانتری جمع از امریکا داره بنابراین اگر آدما در یه سن خاص یه بیماری رو میگیرن و حواسمون به اون گروه سنی باشه به با اون زمان سنه باشه چه کار میکنن کسانی که کار استاتستیکس انجام میدن کاری که میکنه این است که ایج رو استانداردایز میکنن بنابراین حواستون باشه وقتی یه عددی به شما دادن گفتن این ریت جمعیت شما بپرسید آل ایج یا ایج که بتونید مقایسش کنید چرا میگم بتونید مقایسش کنید برای این دلیل این داره به شما میگه که در واقع برین کانسر و نورو سیستم کانسر توی ایالای بر اساس جی بی دی دیتاهای جی دی توی ایالات متحده برای آل ایج این آل ایج میبینید آل ایج برای آل ایج پنج و نیمه و در ایران چقدره؟ سه و همه باید خوشحال باشیم که ما از ایالات متحده بهتر است وقتی ایج استانداردایز میکنیم یعنی جمعیت مسن امریکایی با جمعیت جوان ایرانی میذاریم کنار هم امریکا میشه 3 و 7 هم ایران میشه چقدر 4 و 28 یعنی وضعیت ما واقعا بدتره بس حواستون باشه وقتی به عدد نگاه میکنید در واقع یکی دیگه از میس اینترپریتیشن این است که آل ایج دارید نگاه میکنید یا ایج استاندارد خیلی راحت میتونیم گول بخوریم اینجا ایرانو میگم اگزمپل ایران اینجا گیلانه برای آل ایج برای در واقع کدومش نوپلاسما همه نوپلاسما برای تمام نوپلاسما 58 و 18 در ست هزاره اینجا گلستانه که در واقع یه هم هست شمالی خیلی هم زهارن شده 45 خورده این آل ایجه وقتی ایجه استانداردایز دایز می شود دقیقا برعکس میشه. وضعیت گلستان در واقع بدتر از وضعیت گیلان هست خب یه بحث دیگه همون روتین است. در واقع حواست ف... حواستون باشه اگه کسی به شما عدد داد بپرسید که از روتین دیتا داره میاد یا از سروی داره میاد تفاوتی دو تا خیلی فرق میکنه من بسیار دیگه خیلی بازم بسیار عالی توی روتین دیتا اگر نمیدونم کسی سامانی سیب و سامانی یک بارچه بهداشت که الان روتین دیتا های کشور رو داره جمع آوری اگر برید اونجا و باز بکنید عددش رو به شما میگه میزان فشار و خونی های کشور 8.5 درصده و ما مطالعه استپس رو انجام دادیم و عددی که در آوردیم 26.4 و درصد بود در واقع روتین دیتا شما رو کاملا هم کانفیوز میکنه هم گولتون میزنه و جالبه که آدمهایی در وزارت بهداشت هستن آقای دکتر مطرح خیلی خوب میشناسدشون که میگن که دیگه سروی نکنید وقتی ما دیتا رو داریم دیگه چه احتیاجی به سروی دارید احتیاجمون به خاطر این به خاطر این اشتباه که چرا چون من وقتی خدمت میدم مردم پسیو میان از من خدمت میگیرن آدمای در واقع سالم تر آدمای بیمارتر امکان داره اصلا نتونن بیان اون خدمت رو از بگیرن اصلا به اون خد... به اونجا اعتبار ندن کجاست اونجا مراکز بدش درمانی من وقتی مریض میشم فشار خونم بالاست میرم پیش آقای دکتر ماندگاه. میرم پیش مثلا آقای دکتر سنتی. میرم پیش بقیه دوستانی همه آقایون و خانمایی که توی این کشور دارن زندگی میکنن همه که نه 80 درصدشون مراجعهشون برای درمان فشار خون به بخش خصوصی است و ما اصلا اینجا نداریم مش اطلاعاتشون بنابراین به خاطر همین ما داریم میس یعنی کمتر از اون چیزی که باید بشماریم میشماریم اینجا بیشتر داریم میشماریم به زمین اینکه روتین دیتا اشکالات خاص شده به خاطر همین ما احتیاج داریم که لارج اسکیل سروی ها رو انجام بده یه نمونهش مطالعه استپس بود در سال 2016 کاملا دیجیتالایز تو مرکز ما انجام شد حجم زیادی از در واقع امکانات فراهم شد برای اوسانا فرستاده شد 31000 نفر 31500 نفر رو دیتا رو جمع کردیم ازشون پرسشنامه تکمیل کردیم آنتروپومتری انجام دادیم و نهایتا خونشون رو ازشون گرفتیم و آزمایشات رو انجام دادیم حدود 250 نفر رو اون موقع آموزش دادیم و پرسشگری ها در سراسر سر کشور انجام شد نمونه خونا گرفته شد همه در سیستم دیجیتالایز وارد شد و این نقاطی است که ما ازش دیتا داریم در سراسر سر کشور این شهرستانهایی که قرمزن جایی که ما ازش دیتا نداریم 389 و تا و شهرستان از 420 و و خورده شهرستان ما الان دیتا رو داریم و خب استپس اینویشن خیلی زیادی داشت با توجه محدودی محدودیت وقت من وارد اینویشن استپس نمیشم و دیتا الان اومده بیرون برای هفت گروه سنی دو جنس سی یک اصلا... سی استان چون قوم شرکت نکرد اون موقع و سطح ملی در سال 2016 خب خبر خوب این است که سبس جدید حالا از کامین که الان در واقع ما داریم اجراش میکنیم ولی احتمال داره به خاطر کرونا مجبور بشیم امروز بعد از اون من یه جلسه تو وزارت بهداشت دارم که شاید مجبور بشیم تا الان نزدیک 1000 ش... هزار و... اه... تا الان نزدیک 2700 نفر در واقع پرسشگری شدن از 31760 نفری که قرار بود بشن ولی شاید به خاطر مشکل کرونا ما مجبور بشیم که یه مقداری این رو تاخیر بندازیم پس یادتون باشه هر وقت عدد دیدید بگید این از کجا اومده از سروی یا روتین دیتا چون اینا میتونه کاملا شما رو کانفیوز کنه یادتون باشه اکولوژیکال دیتا با ایندیویژوال دیتا فرق میکنه شما میتوانید من یه مثال برای شما در مورد کشور ژاپن میزنم اگر کسی در سال 1960 که رفت این آقای جفری راز رفت در سال 1960 ژاپن یه عده آدم رو گرفت که میزان نمکشون رو چون میدونی ژاپنیا خیلی نمک استفاده میکنن میزان نمکشون رو اندازه گیری کرد و میزان فشار خونشون رو هم چک کرد بعد اومد گفت آقا فشار خون در ژاپن هیچ ربطی به نمک نداره مردم نمکشون افزایش میزان مصرف نمک باعث افزایش فشار خون نمی شود خب این شاکینگ بود همه میدونستیم که نمک باعث افزایش فشار خون میشه بعد همین آقای جفری روز خیلی خودش شک کرد نسبت به ریزالتش گفت برم با مردم فنلاند مقایسش کنم دیتا های اندیویژوال فنلاند و با دیتا های ژاپن ترکیب کرد اونجا ایندیویژوال فقط ژاپن بود ترکیب کرد و این سری نشون داد که به شدت مردم ژاپن دارن فشار و خون میگیرن به خاطر نمک چرا اتفاق افتاد چون مردم ژاپن همشون داشتن نمک زیاد استفاده میکردن نمک های زیاد 50 گرم مینیمومش بود 58 گرم ماکزیموش یعنی 8 گرم نمک وریت میکرد اما مردم فنلاند رو وقتی ترکیب کرد با اینا مردم فنلاند کسانی بودن جمعیت هایی بودن آدم هایی بودن که کمتر از 3 گرم نمک استفاده کرد تا 58 گرم یعنی وریشن اکسپوژر شما به شما چنس اینترپریتیشن بیشتر بهتری رو داره میده پس بنابراین حواستون باشه اکولوژیکال استادی هم می تواند اسای دستتون باشه هم می تواند باعث و باعث بشه که اگر خطایی توی ایندیویژوال لول هست بتونید دیتکتش کنید هم برعکسش هم هست اگر شما فقط در اساس اکولوژیکال تصمیم بگیرید امکان داره عواملی رو که توی مدلتون نگذاشتید شما رو دوچار کانفیوژن انجام دوچار به کانفیوژن بکنه بنابراین هر دیتایی رو داری اینترپرت میکنید، میگن فلان چیز باعث فلان چیز شده اول بپرسید که آیا این کازالیتی در لول اکولوژیکال است یا در لول ایندیویژوال طبیعتا ایندیویژوال وزن جدیتری داره ولی اکولوژیکال هم میتونه خیلی کمک کننده باشه هر عددی گذاشتن جلوتون بگید که این سروی استیمیشن هست یا متا رگرشن استیمیشن یعنی چی یعنی که وقتی من میرم استپس رو انجام میدم به شما میگم 26 و 4 دهم درصد جمعیت ایرانی فشار خون داره ولی اگر متا رگرشن بکنم یعنی چندین دیتا رو با هم دیگه بیارم ترکیب کنم امکان داره برای همون سال من استیمیت کنم که 27 درصد جمعیت ایرانی فشار خون داره یا 26 درصد یا 24 درصد هر چقدر من این متا رگرشن آنالیزم قوی باشه نزدیک هر هرچه ضعیف باشه دورترم استیمیشنتون رو انتظارتون از استیمیشن هایی که از متا رگرشن ادجاست بکنید با بحث متا یه موقعی نرید من دیدم دیگه بارها دوستانی رفتن عدد سروی در آوردن بعد یه کسی بنده خدای رفته ترند انالیزیز کرده مثل این کاری که ما اینجا کردیم الان ای ما برای سال 2015 2010 2009 اینا همه دیتا داریم ولی دیتای ما همش اطراف این خطه دیتای واقعی ما. ولی وقتی میخوایم ترند بگیریم چاره ای نداریم جزی که مدل بزنیم بنابراین حواستون باشه این دیتایی که داره به شما داده میشه از کجا داره میاد آیا یه دستکاری استاتیستیکال توش شده یا دایرکتلی از سروی گرفته شده این رو باید حواستون باشه ما به خاطر اینکه بتونیم در واقع کار انجام بدیم ترند متابولیکا رو در آوردیم این فقط خیلی خلاصه وقت خیلی تنگه اگر این میزان چاقی در سال 1990 با سال 2016 مقایسه میکنه این خط زاویه 45 درجه است یعنی اگر احیانا مردم چاغتر نمی شدن باید نقاط اینا در واقع استانهای کشور هستن و همش حول هوش این خطه می بود اینجا یک تا دو برابره اینجا دو تا سه برابره اینجا سه تا چهار برابره این برای مردانه برای زنا برای مردانه برای زنا وضعیت بدتره و ما چهار برابر داریم چاق میشیم خب این از ترند انالیزیز به دست حالا امکان داشته که بگه چرا خب استرپ بی... متارگرشن استیمیت میکنیم برای اینکه این کارا رو بکنیم از دوش درمیاد این فشار و خونه اینا گروه های سنی هن. آبی 1990 قرمز 2018 جدایی از اینکه درصد فشار و خونه همون رفته بالا خبر بد دیگه این است که اینجا بیشترین شیب رو ما رفتیم مشرق گرفتیم بیشترین شیب رو به دست آوردیم اینجا هم بیشترین شیبه این چند درجه است 49 درجه این چند درجه است 63 درجه یعنی شیب افزایش فشار و خون در سال 2016 تو گروه آیسنی به شدت داره بالاتر میره نسبت به 1990 خبر بعد دیگه چیه بیشتر این شیب کجاست 60. تو سال 90 60 تو سال 2016 50 10 سال اومدیم جلوتر فشار خون 10 سال پیکش اومد جلوتر این آنالیزیه که باید واقعا تو همه بیماری ها ما داشته باشیم البته خبر بعد هست ولی خبر خوبم هست این کلسترول 1990 2016 کوچیک شد جمع شد وریشنش هم کم شد خودش هم جمع شد سطحش هم اومد پایین تر اومد حدود 170 خب این خبر خوب چرا اتفاق افتاده به خاطر دو دلیل یک روغن مایع دارید میخورید به جای روغن جامد دو اینکه استاتین دارید می‌خورید، این خیلی خوبه اگر میشد استاتین رو بریزین تو آب و آشامیدنی حتما مطمئن باشه من کاری بودم این کار میکردم خب نوتریشنال تمام ریسایتورا رو ترنداشو در آردی. من نمیخوام همه رو بگم اینجا نمک رو دارم میگم وضعیت استانهای کشور وضعیت دستور داده ی برای سودیوم و برای نمک وضعیت وضعیت بحرانی است خبر خوب این است که ما دوباره سال 2016 از بقیه سالها فاصله گرفتیم و نمک کمتر شده این مداخلات مجموعه وزارت بهداشت و پاپولیشن لول در واقع اینترونشن که داره اتفاق میفته این هم داریم که حالا آنالیز کردیم حالا شما گفتید که یکی از دوستان عدد افقا آی دکتر تکیان بود گفتن دو نیم میلیون نفر سه و میلیون نفر در آدور آد ما در ایران در دنیا میگفتن ما در ایران چهل و پنج هزار نفر در سال به علت پی انتن بالا در واقع اتیبیوت از مرتالیتی ها به این در واقع آلودگی. بعدی نکته بعدی که بس, بس باشه که در واقع استیمیشن هایی رو که داریم در میاریم با نکته باشه که اون استیمیشن ها اگر از سرو بیاد قدرت بیشتری داره نکته بعدی اینه که این از چه نوع مطالعه اومده اگر از مطالعه یک کیس ریپورت اومده خیلی اویدنس ضعیفیه اگر از کیس سریز اومده اویدنس بهتری اگر اکولوژیکال بهتره اگر کیس کنترل بهتره و اگر احیانا مثلا فرض کنید که یه کوهورت خیلی بهتره و نهایتا اگر کلینیکال ترایال عالیه و اگر احیانا سیستماتیک ریویو دیگه بهترین ریزالت ما رو داره هر وقت کسی به شما گفت این عدد اینجوری اومده بگی از چه مطالعه اومده بیرون هر چقدر پایین تر از این هرم باشه یعنی عددی که داره به شما میگه اویدنس ضعیفتریه اینو حواستون باشه من دیدم سیاست های وزارت بهداشت بر اساس مطالعه مثلا کیس ریپورت اومده بیرون و تدوین شده بر اساس یک چیز بسیار ضعیف و ناپایدار آیتم بعدی که باید حواستون باشه آنسرتینتی اگر فرزاد فر اینجا اومد به شما عدد داد آنسرتینتی نداد فوراً مورد کوششن قرار بده چرا چون من الان میگم آقای دکتر مطلق و دوستانشون توی وزارت خونه دیگه اصلا نمیخواد سروی استپس انجام بدن من خودم همین الان یه عدد به شما میگم فشار خون همه مردم ایران 119 است سیستولیکشون میلی میلیتر جیوه مثبت و منفی 70 میلی متر جیوه به احتمال 95 درصد دارم حرف درستی میزنم ولی خب این 70 چه ظرفیتی برای من ایجاد وقتی من 70 میلی متر جیوه به بالا و به پایین میتونم خطا بکنم در واقع من هیچ گایدی به شما نمیدم که چیکار باید بکنید uncertainty کانسپت بسیار مهم است وقتی عددی میبینی فورا بپرسید uncertainty چقدره من اینجا نمونه رو آوردم برای شما شما نگاه کنید اینجا به این و نروس سیستم چقدر وایده وقتی میرسی اینجا اینجا مثلا فرض کنید وقتی میرسی به کلورکتال توی بعضی از گروه سنی کمتر کمتره بعضی از گروه سنی بیشتره بعضی اوقات یا آنسرتینتی بسیار و نرو مثل اون آنسرتینتی چارل مورتالتی که بهشون نشون نشون دادم بعضی اوقات اون خیلی وایده اصلا نمیتونید روش قضاوت کنید بنابراین خیلی راحت اون عددی رو که با آنسرتینتی خیلی بالاست بذارید کنار و بگید اصلا اعتبار نداره ما نمیتونیم روش حساب باز کنیم کانسپت پدی پی ریویو بارها در وزارت خونه ساینتیست این کشور مورد زم قرار گرفتن و بهشون گفته شده که شما دنبال پیپرید دارید پیپر چاب میکنید حالا پیپر شاید برای ارتقا خوب باشه و شاید کار غلطیه که ارتقا اساتید رو به پیپر واس کردن اما پیپر به یه منظور دیگه است به منظور تایید دقیق کار علمیه که بنده انجام ده ده. من الان میرم یه سیستم متا رگرشن عجیب غریبی رو میذارم زمین جلوی وزیر بهداشت سوادش هم نداره نگاه میکنه میگه کی باید بگه که این کارم درست بدمش مثلا فرض کن یه نفر اونجا بذارن اتوریتی تو وزارت بداش فردا خوشش بیاد یکی اینو رد کنه بدش بیاد یکی ولی وقتی من این عدد رو میبرم وقتی چال مورتالتی من میره توی لنست چاپ میشه دیگه کسی نمیتونه کوشن بذاره روی سیستم در واقع علمی که من باش این کار رو انجام دادم هدف از پیر ریویو نشان دادن علمی بودن کاره بنابراین هر استیمیشنی که دستتون میرسه اول بپرسه ببینید این پیر ریویو شده یا نه یعنی در یه جورنال معتبر چاپ شده نه؟, نه در جورنالی که این فکتورش پوینت زیرو زیرو, زیرو بانه اون ارزشی نداره شما باید برید سراغ جاهایی که واقع و واقعا نکته اصلیش این است من خودم میبینم پیپری رو که ما عددی رو که ما انرژی میگذاریم به دست بیاریم سه سال کار می‌کنی میره تو لنسه چاپ میشه میره تو انگلند چاپ میشه میره تو نیچر چاپ میشه که کردیم ولی وقتی یه کاری رو مثلا 20 روز انرژی براش میذاریم بهترین جایی که میتونیم چاپ کنیم همون اسمم نیادم خیلیاتون جورنالاتون رو میشناسید این خیلی مهمه که یادتون باشه ارزش عددی که دارید میگید به اینکه کجا چاپ شده است برای چی؟ برای اینکه لنست به قوی ترین داورهای جهان وصله نیو انگلند جورنال به قوی ترین داورهای جهان وصله و اینو میفرسن اونجا و اونجا دیت میشه بررسی میشه تک تکش رو سوال میپرسن حالا انشالله اگر تا حالا چاپ نکردید میکنید و میبینید که چقدر سخته یعنی بعضی اوقات من ما حالا مثلا یه چیزی در حد 40 50 تا پابلیکیشن توی لنست و نیو انگلند اینا داشتیم ولی و بعضی اوقات وقتی تموم میشه به بچه ها میگم واقعا ارزش رو داشت این همه فشار رو تحمل بکنیم برای اینکه واقعا به با آدما مو رو از ماست میکشن بیرون در ایران سیاست گذاران این کشور اصلا کانسپت پی ریویو نمیفهمن یکی کسی دست میکنه تو جیبش سیستماتیک ریویو انجام میده باور کنید این اتفاق افتاده یه عددی که دارم میگم عدد واقعی برید ببینید خودتون میفهمید کیو دارم میگم در اورده دیابت تو کشور 24 درصده میگم بعد این چجوری تو این سیستماتیک ریویو رو انجام دادی نگاه میکنید سر تا پاش غلطه یه روز یه بنده خدای چاپ کرد توی آرکاوز آفریقا مدیسه من موقع امریکا بودم چاپ کرد که تا سال 2008 چاپش کرد برید ببینید دیگه دارم آدرس میدم دیگه تا سال 2009 100 هزار نفر در ایر... در تهران از اچ اینفلوئن فوت میکنن اون موقع هنوز انوان یه شوان هم نهیم بود بیرون فقط از اچ اینفلوئن داره چیز میکنه 100 هزار نفر و من یه در واقع جوابی براش نوشتم که امکان نداره و بعد برگشتم روی پیپر که نگاه کردم بهش گفتم شما این میشن ریتو اشتباه حساب کردی این یکی این اشتباه حساب کردی این یکی اشتباه حساب کردی بعد ایشون برگشت جواب منو داد که نه اگه امکان داره فلان اینو گفتم خیلی خوب حالا 2008 دیگه ما یک سال دیگه ثبت می‌کنیم ببینیم 2009 چه اتفاقی می‌افته باور کنید 2009 چه اتفاقی نیفتاد میخوام بگم وقتی که پیر ریویو درست انجام نشه این اتفاقا میوته به شما عددای عجیب قریب میدن حواستون به این کانسپت هم باشد خب اینا است که ما در واقع تو این مدت چاپ کردیم من با اجازهتون دیگه بحثمو جمع بندی میکنم چرنج های تو داده وجود داره هممون میدونیم الان داده ای که دارید کار میکنید امکان داره ولیدیتی نداشته باشه امکان داره کانسیستنسی نداشته باشه من اگزمپل هاشو به شما گفتم به دیتا امکان دسترسی نداشته باشه همین گرافایی که من به شما نشون دادم در سایتی به نام visit.report ویزیت با زی یعنی ویژوالایزد دات ریپورت اویلیبل همه شما میتونید برید اونجا نگاه کنید 700 میلیون گراف از شرایط مرگ و میر از شرایط بروز و شیوع بیماری ها به علاوه ریس های بیماری قلبی اونجا اویلیبل است این در واقع کاری است که اگه من بگم ازم بعد از این 7 8 سالی که برگشت ایران چه کار کردی میگم فقط همین کارو کردم این به نظر من میرسه که کمک بیم میکنه که شما دست اویلیبیلیتی به دیتا داشته باشید تکنیکال ایشوها تا دلتون بخواد زیاده ولی خب راه حل داره ماها و هممون بعدا توی زندگیمون اگه ساینتیست بشیم وظیفه اصلی این است که یاد بگیریم که چجور تکنیکال ایشوها رو ریزالو کنیم این چیز سختی نیست و مهمتر از همه اینترپریتیشن دیتاس که امروز من مزاحمتون شدم وقتتون گرفتم و عذرخواهی میکنم به خاطر گذشتن از تایم خودم خیلی متشکرم